رضا علی جانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب علی جانی. علی خامنه‌ای هم از تلاش دشمنان برای ایجاد ترس گفته و هم با زیر سوال بردن عقب نشینی غیر تاکتیکی عملاً راهی برای عقب نشینی تاکتیکی باز گذاشته. تحلیلتون درباره سخنان امروز خامنه‌ای چیه؟ سخنرانی میشه گفت محتاطانه و دو پهلو بود. مهمترین چیزی که شاید در ابتدا بشه گفت ناگفته های خامنه‌ایه. اون اصلا از کلمه خونخواهی و انتقام سخت و اینا صحبت نکرد. از این جنبه است که میگه محتاطانه است. ولی مشتش هم باز نکرد. دو پهلو حرف زد. یعنی همونطور که شما گفتین، هم گفت که جنگ روانی دشمن و بزرگ نمایش نباید باعث ترس ما بشه و هم تعبیر عقب نشینی غیر تاکتیکی رو آورد که یعنی اون سوی ماجرا این هست که عقب نشینی تاکتیکی اشکالی نداره. اما فضای سخنرانی حالا کوتاه اون حدی که منتشر شده از این زاویه مهمه که خامنه‌ای بیشتر داره یک روانشناسی ترسی رو توضیح میده و استدلال میکنه که نترسید، در حالی که میتونست برعکس باشه. یعنی و این فضای کارشناسی و اتاق فکرهای پیرامون خامنه‌ای و حتی بدن ولایی رو نشون میده که میتونست بیاد پاسخ بده یا توضیح بده که عجله نباید بکنیم، انتقام سختمونم خواهیم گرفت. خامنه‌ای اصلا اینا رو توضیح نداد. یه کلمه ی عقب نشینی تاکتیکی غیر تاکتیکی رو گفت که میتونه معناش این باشه که بعداً تلافی خواهیم کرد. ولی وقتی داره فقط به روانشناسی ترس پاسخ میده نشون میده فضا چجوریه. اما خامنه‌ای بارها این تجربه رو داشته، یعنی هم تو حوزه اقتصاد هم سیاست خارجی، خلاف فضای پیرامونیش و اتاق فکر رو شرکت کرده. اما الان خامنه‌ای در بد مخمصه هم گیر افتاده، یعنی یه جاهایی هست که راه حل‌های بینابین وجود داره، اما الان با یه مسئله مواجه شده که آقای هنیه رو در تهران ترور کردن، خامنه‌ای هم اومده انتقام سخت و خونخواهی رو گفته و تصورش این بوده که میتونن دوباره با آمریکایی‌ها غربی‌ها به حال معامله کنن، زد و بند کنن، بگن کجاها رو میزنیم و اون طرف هم جبران نکنه، تلافی نکنه و ماجرا تموم شه. اما اون طرف ماجرا حالا آمریکایی‌ها و غربی‌ها خیلی رو نتانیاهو و دولت افراطیش تضمین نمیتونن بدن. آقای نتانیاهو هم برای حفظ خودش هم برای اینکه بتونه تو معادلات انتخابات آمریکا تاثیر بذاره به نفع آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی شده. بنابراین در خامنه‌ای هم در یه حالت آچمز و مخمصه‌ای قرار گرفته، دیگه نمیتونه بینابینی باشه، هم این هم آن باشه، هم رهبر جبهه مقاومت باشه، هم بخواد کشورداری کنه، هم سیاست خارجی توهم‌آمیز و ماجراجویانه‌اش رو پیش ببره، هم معیشت مردم رو حل بکنه. یه جایی است که باید انتخاب بکنه و اون جا شاید به یه جام زهری منجر بشه اگه نخواد انتقام بگیره. خیلی کوتاه می‌فرمایید با توجه به این حالا صحبت‌های امروزش و البته تهدیدهای مقامات که گفتن حمله قطعیه، واکنش به اسرائیل کماکان قطعیه یا خیر؟ خیلی کوتاه. احتمالش خیلی خیلی بیشتره تا عدم احتمالش با توجه به روانشناسی شخص خامنه‌ای. هرچند خامنه‌ای راه عقب نشینی رو باز گذاشته ولی همچنان فکر میکنم درصد بالایی رو به تلافی میشود و جبران و حمله اختصاص داد. حالا شکلش ممکنه کم و زیاد بشه. سپاس از شما رضا علی جانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس.